پایان دادن به پرونده سازی قضایی برای کارگران به خاطر اعتراض صنفی، لغو اتهامات امنیتی برای فعالان فرهنگی، کارگری و دانشجویی، تاکید بر اهمیت تمرکز مبارزاتی بر مطالبات معوقه و تشکل مستقل کارگری از مطالبات مهم و کلیدی در اول ماه مه امسال. توجه شما را جلب می‌کنم به گفتار کارگری این هفته از امیر جواهری. سلام دارم به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. اول ماه مه سال 1395 در برابر ماست. اول ماه مه روز همبستگی جهانی اردوی کار امسال در شرایطی از راه میاد که نه فقط هیچ کدام از مطالبات کارگری پاسخ مثبت نگرفته، که اوضاع باز هم بدتر شده. فعالین کارگر و کنشگران صنفی، معلمان همچنان با احکام سنگین و ظالمانه در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. مطالبات پرستاران و معلمان و کارگران پاسخ نگرفته. ده‌ها هزار کارگر در کارخانه‌های سراسر کشور ماه‌های متوالیه که با دستمزدهای معوقه روبرو هستند. ندادن دستمزدها مخصوصاً در بخش خدمات گسترش بیشتری پیدا کرده. پیمانکاران دستمزد کارگران رو نمیدن و کارگران ناراضی و معترض رو حواله میدن به مراکز و نهادهای دولتی که با این پیمانکاران قرارداد بستن و حقوقها رو پرداخت نکردن. کارگران رو بین پیمانکاران به نهادهای دولتی پاسکاری میکنن و کارگر اگر اعتصاب و تجمع کنه ضرب و شتم نیروی انتظامی و بازداشت دستگاه قضایی، صدور احکام و شلاق و زندان در انتظارش. در همین شرایط شاهدیم که نرخ واقعی اشتغال منفی میشه و آمارهای رسمی میگه که الان حدود 2.5 میلیون نفر در معرض بیکاری هستند و ظرف یک سال اخیر به شمار بیکاران حدود 105 هزار نفر اضافه شده. تازه در همین موقعیت شاهدیم که دلال‌ها و کاسب‌های تحریم و امنیتی‌ها و چکمه‌پوشان متحد دستگاه ولایت فشار رو بالا بردن که دوباره تحریم‌ها رو به شکل سابق برگردونن و کشور رو به لبه پرتگاه جنگ بکشونن و اسمش رو هم گذاشتن اقتصاد مقاومتی. در شرایطی که هر صدای مخالفت و اعتراضی رو به نام به خطر انداختن امنیت ملی در نطفه خفه میکنن، مقابله با این رویکرد ضد بشری حاکمیت به یکی از محورهای مهم مطالبات کارگری در اول ماه مه امسال تبدیل میشه. ما خواستار اونیم که پرونده قضایی 9 کارگر معترض معدن سنگ آهن باف و کارگران معدن میدوک و کارگران مس قاتون آباد مختومه بشه و برخوردهای امنیتی با اعتراضات صنفی مزد و حقوق بگیران پایان داده بشه. ما خواستار اونیم که احکام زندان، بازداشت، حبس‌های تعزیری محمود صالحی و بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی و علی نجاتی و ابراهیم مددی و داوود رضوی و عثمان اسماعیلی، همچنین جعفر عظیم زاده، رسول بداغی، محمود بهشتی لنگرودی، حکم تبعید اکبر باغانی و تمامی اتهامات امنیتی علیه فعالان صنفی فرهنگیان و دانشجویان برای همیشه و بی قید و شرط باطل بشن. سال هاست که نهادها و تشکلات مستقل کارگری برخواست آزادی بی قید و شرط سیاسی، آزادی احزاب، تجمع، تشکل، عقیده و بیان و لغو اعدام و الغای کار کودکان و برخورداری از دستمزد شایسته، مزد برابر برای زنان و مردان در ازای کار برابر و پایان دادن به تبعیض جنسیتی در زمینه اشتغال و شرایط کار، منع هر گونه تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران، برچیدن قراردادهای بردهدارانه و سفید امضا و پایان دادن به اخراج کارگران و زحمتکشان، رفع تبعیض میان کارگران ایرانی و کارگران مهاجر، تعطیلی اول ماه مه روز جهانی کارگر و مطالباتی از این دست رو تأکید می‌دارم.
اما نه تنها این مطالبات برحق پاسخی نگرفتند، که فشار و پیگرد امنیتی و سرکوب از یک سو و اخراج ها و بیکارسازی ها از سوی دیگر بیش از پیش شدت یافته. صاحبان قدرت و ثروت که هستی کارگران به زحمت کشان این کشور رو غارت میکنن و حتی همون دستمزد فلاکتبار رو زیر خط فقر رو هم برای ماهای متوالی پرداخت نمیکنن و زندگی کارگران و زحمت کشان رو به تباهی کشوندن با شلاق و زندان و سرکوب به مطالبات کارگران پاسخ میدن. ترجمان این برخورد حاکمیت اینه که تا زمانی که کارگران به زحمت کشان قدرتی نیستن و اراده واحدی از خود ندارن، حاکمیت به هیچ حدی از فلاکت به هیچ میزان خشم یا ناامیدی کارگران اعتنایی نمی کن. مطالبات کارگران فقط زمانی شانس برآورده شدن دارن که کارگران به جای توده بزرگ پراکندهی محروم و غارت شده و اسیر بردگی بیمزد به قدرتی سازمان یافته تبدیل بشن. کارگران به جای پناه بردن به وعدهای ریاکارانه مستضعف پناهانه باندهای تبهکار حکومتی به نیروی خودشون و تشکل خودشون تکیه بکنن. کارگران و مطالباتشون فقط زمانی به حساب میان که سازمان یابی مستقل خودشون رو ملاک و معیار سنجش هدفها و مقاصد پنهان در پشت هر شعار و هر مطالبه و هر گرایش و هر نهاد و هر تشکل و سازمان و حزب و دستبندی قرار بدن. بدون هیچ تردید اصلی ترین و مهمترین وظیفه همه حامیان جنبش کارگری کمک به سازمان یابی مستقل طبقه کارگره. این طبقه کارگر نیست که بایستی برای ما و در خدمت هدفهای سازمان ها و احزاب و تشکل ها و شعارهای ما باشه. این ما این که بایستی در خدمت متحد و متشکل کردن طبقه کارگر به عنوان یک طبقه باشیم. این بزرگتر شدن و حجیمتر شدن دایره نفوذ سیاسی و تشکیلاتی سازمان ها و تشکل ها و نهادهای ما در بیرون و حتی در درون طبقه کارگر نیست که الزاماً ملاک پیشروی واقعی جنبش کارگری در زمینه مطالباتی رو فراهم میکنه. این درجه سازمانیابی مستقل طبقاتی خود توده کارگران در تشکلهای صنفی و سندیکایی و اتحادیهیشونه که میتونه وزن کارگران رو در تحمیل مطالبات کارگری به رژیم دیکتاتوری حاکم بالا ببره. این طبقه کارگر نیست که بایستی به مطالباتی که ما فکر میکنیم مطالبه اصلی طبقه کارگر اولویت درجه اول قائل بشه. این مبارزات خود طبقه کارگر و جنبندی واقعی همین مبارزاتی که بایستی پایی اولویت های مبارزاتی در مسیر تشکل یابی قرار بگیره. مثلا یکی از محورهای مهم تشکل یابی کارگران در شرایط فعلی که روش شمار اعتراضات کارگری هم نشون میده، تشکل کارگران بر محور مبارزه برای دریافت دستمزدهای معوقه و اخراج از کار و قراردادهای کار. در هر حال فقط با در نظر داشتیم ملاحظاتی که میشه نه فقط در حرف که در عمل هم بخشی از جنگ طبقه ما علیه طبقه حاکم بشیم. این مستلزم افشای مستضعف پناهی های فاشیست های حکومتی و موسوارها و مصادره‌جویی‌های خانه کارگر و مستلزم اینه که با خونسردی و عقلانیت با فضای رقابت‌های فرقه‌ای و لیدرسازی‌های آمدانه و فیل هواکنی در درون جنبش کارگری و چپ برخورد بکنیم. در آستانه اول ماه این گفتار رو با آرزوی رساتر و پرصلابت‌تر شدن صدای اردوی کار و زحمت تمام می‌کنم. امیدوارم که امسال مراسم اول ماه مه رو هرچه باشکوه‌تر در برابر چشمان مردمان جامعه ما شاهد باشیم.